کنگره‌ای که اکثریت اعضایش با وعده لاغر کردن دولت و کاهش حجم بودجه آن رأی آوردند، حالا لایحه‌ای را روی میز دارد که بودجه دولت را بیش از پیش افزایش داده. بودجه 4 تریلیون دلاری با 7% افزایش نسبت به پارسال. بیش از 1/8 آن برای بودجه دفاعی آمریکا. باراک اوباما از کنگره خواسته هم به افزایش مالیات‌های رابین هودی رأی دهد و هم به پرتر کردن بودجه جنگی آمریکا. بعد از 6 سال که بودجه آن افزایش نیافته. همین هفته پیش مقام‌های ارشد نظامی به کنگره گفتند که اگه اونها اجازه افزایش بودجه نظامی رو ندن، میتونه برای امنیت ملی ما عواقب خیلی جدی داشته باشه. اون هم الان که ارتش ما درگیر مسائل مختلفیه، از داعش گرفته تا تجاوزهای روسیه. بودجه پنتاگون با 4% افزایش به 540 میلیارد دلار رسیده. افزایشی با نگاه به مبارزه با داعش و تهدیدهای مشابه آن. عمده آن خرج خریدهای پنتاگون می شود و پس از آن تحقیق و توسعه. دولت می گوید اگر کنگره بودجه دفاعی را افزایش ندهد، ناچار می شوند از نیروی نظامیشان، به خصوص در نیروی زمینی، بیش از آن چیزی که خودشان در نظر دارند کم کنند. آنها همچنین می خواهند موشک های بالستیک، موشک های زیردریایی و هواپیماهای جنگنده را نو کنند. می خواهند ناوگان دریایی را حدود 300 کشتی نگه دارند و 11 ناو هواپیما برداشت باشند. دولت میگوید اگر این بودجه تامین نشود، نمیتوانند از امنیت آمریکا دفاع کنند. کسی که 30 سال پیش خودش دستاندرکار تدوین بودجه وزارت دفاع بوده، میگوید حالا کل بودجه در گروه دعوای دو حزب آمریکا رفته. به نظر من که خیلی بعید است کنگره به این بودجه رأی بدهد. از یک طرف جمهوری خواهانی هستند که مخالف افزایش مالیاتند، شاید موافق افزایش بودجه دفاعی باشند ولی با بقیهش همراه نیستند. در واقع آقای اوباما به جمهوری خواهان میگوید اگر به بودجه من رأی ندهید، وضع دفاعی کشور خوب پیش نمی رود و تقصیر همش به گردن شما می افتد. 2 هفته پیش و از همان نطق سالانه باراک اوباما در کنگره که خیلی ها حاضر به تشویق نبودند، عیان‌تر شد که رئیس جمهور روزهای پرکلنجاری بر سر بودجه‌اش در پیش دارد. حالا اینکه کنگره برای جیب دولت چه تصمیمی بگیرد در هفته‌ها و حتی ماه‌های آینده معلوم می‌شود. هادی نیلی، BBC واشنگتن.